سلام به همه شما دوستای عزیز، رامین هستم از کانال آلمانی بدری. به کانال ما خوش آمدین. درس امروزی ما 35 verben mit dativ und akkusativ، یعنی 35 جمله مهمه است. البته 35 جمله مهمه است که ما روزانه از این استفاده میکنیم. و دو جمله که ساختیم با شما مشخص بکنم، وقتی که ما زمان یک جمله را استفاده میکنیم، درست مشخص برای یک کسی یک چیزی میگیم، بیا یا allgemein، یعنی بیا به همه. به طور مثال machst du mir einen Kaffee، زمانی که ما میگیم machst du mir einen Kaffee، فقط این شد داتیف، درست؟ این کافه اکوزاتیف. ببینید سرخ یا قرمز داتیف است و بنفش اکوزاتیف است. زمانی که ما میگم مخدومی این کافه، به این معنا که تو یا طرف مقابل به ما، فقط به ما یک قهوه درست میکنه. اگر ما بگویم مخدو این کافه، وقتی که ما میگم مخدو این کافه، یعنی مشخص نشد که با چی کافه. allgemein für alle، یعنی در جمله مثلا بر همه. خب دوستای عزیز، طوری که با شما گفتم قرمز یا سرخ داتیو است و بنفش هم اکوزاتیو. فعل اول ما aufmachen، باز کردن. kannst du mir bitte die Tür aufmachen؟ ما میتونیم که استفاده کنیم مثلا kannst du bitte die Tür aufmachen، بدون از یه استفاده نکنیم. یه هم معنی اومده. خب erklären، توضیح دادن، تشریح دادن. können Sie mir den Akkusativ erklären oder können Sie den Akkusativ erklären؟ اردوش درست است و یکی ما مشخص و نامشخص داریم. geben، دوست عزیز، geben همیشه یک فعل است که داتیو ساز می باشه، درست؟ به طور مثال der Mann gibt der Frau die Blumen، درست؟ وقتی که جمله ما به داتیو تبدیل می شود، پس دی فراو تبدیل می شود به der Frau. der Mann gibt der Frau die Blumen. machen، انجام دادن. machst du mir einen Tee oder machst du einen Tee؟ sagen، گفتن. warum hast du mir das gesagt oder warum hast du das gesagt؟ schreiben amesha chias dativas. schreibst du deiner Schwester eine Geburtstagskarte؟ درست؟ schreibst du deiner Schwester deiner، درست؟ Schwester eine Geburtstagskarte. ما میتونیم بگویم schreibst du eine Geburtstagskarte، یعنی مشخص نشد که با چی کسی، درست؟ و ای هم میتونیم نوشته کنیم schreibst du mir eine Geburtstagskarte، ja, oder eine Nachricht. zeigen، nishan dadan. zeig mir bitte deine Hausaufgaben. درست؟ لطفاً به من کارهای خانگیت یا مشقت نشان بده. جمله بعدی ما anbieten، پیشنهاد کردن، تعارف کردن. مثلا از کسی پرسیدن آیا چیزی می نوشه. وقتی یک میمون خانه تان می آید، به طور مثال می توانید با آلمانی برش بگوین darf ich Ihnen einen Kaffee anbieten، درست؟ می توانیم این قسمی هم مثلا نیده ترجمه کنیم، آیا مثلا یک قهوه مایل دارین، میشه به شما مثلا یک قهوه درست کنم، میشه به شما یک قهوه پیشنهاد کنم. حالا به هر طوری که شما خواستین ترجمهش کنین.
خب دوستای عزیز و من نمیتونم که 35 جمله را در یک ویدیو با شما درست کنم. شما میتونید که ویدیوهای بعدی را پشت هم درست دنبال کنید. خب میریم دنبال ویدیوی بعدی ما.